درود. بعد از دو هفته با برنامه بایپس 13 در خدمتتون هستیم و خیلی خیلی خوشحالم از اینکه دوباره اومدم اینجا تو این استودیو دارم برنامه رو اجرا میکنم. الان خیلی ذوق دارم. بعد اینجا خیلی تغییر کرده، دکورینا رو تغییر دادن. این میز منو الان کجا میبرین؟ میز منو کجا میبرن اینا؟ یه گزارش در مورد کمپ لیبرتی ببینین، من ببینم میزمو کجا میبرن. شورای ملی مقاومت ایران میگوید که گروهی از اعضای سازمان مجاهدین خلق هنگام انتقال از اردوگاه اشرف به کمپی دیگر توسط نیروهای امنیتی عراقی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند و 20 نفر از آنها مجروح شدند. در بیانیه‌ای که این شورا روز سه‌شنبه 28 اوت منتشر کرد آمده است، در ساعت 16 روز دوشنبه 6 شهریور در حالی که 400 تن از ساکنان اشرف در صف بازرسی برای انتقال به اردوگاه لیبرتی بودند، مورد توهین و آزار و اذیت قرار گرفتند. به گفته شورای ملی مقاومت، نیروهای مسلح عراقی به ناگهان با استفاده از انواع وسایل از جمله چوب و چماق، سنگ، میله، گلدان و قطعات میزهای بازرسی به صورت وحشیانه‌ای در برابر چشم ناظران ملل متحد به ساکنان بی‌دفاع اردوگاه اشرف حمله بر شدند. روند انتقال گروه ششم ساکنان اردوگاه اشرف به اردوگاه لیبرتی از روز 23 اوت آغاز شده است. اما به گفته شورای ملی مقاومت، دولت عراق با انواع مانع تراشی ها و کارشکنی ها حرکت ستون را به طور مستمر به تأخیر می اندازد. اما جورج باکوس، ناظر نخست وزیر عراق، بر روند انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق می گوید ماموران عراقی قصد داشتند ساکنان اشرف را بازرسی بدنی کنند که با مقاومت آنها روبرو شدند. آقای باکوس گفت که این گروه 400 نفره روز سه‌شنبه 7 شهریور 28 اوت به اردوگاه لیبرتی منتقل می شوند و انتقال 800 نفر باقی مانده در ماه سپتامبر انجام خواهد شد. هیئت سوری توی اجلاس غیر متعهدها موقعی که آقای مرسی سخنرانی میکرد جلسه رو ترک کرد. بعد اون وقت مترجم گفتش که ایشون حرفاش در رابطه با بحرین بود. بعد این وسط چرا هیئت سوری جلسه رو ترک کرد؟ تا کجا واقعا؟ تا کجا؟ بعد از ظهر پنجشنبه 30 اوت، ریاست اداره جنبش غیر متعهدها از سوی محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر به محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی تحویل داده شد. به گزارش مهر، آقای مرسی با گرفتن تایید از اعضای شرکت کننده در اجلاس تهران، ریاست جنبش را به محمود احمدی نژاد واگذار کرد. محمد مرسی در مراسم افتتاحیه گزارشی از عملکرد مصر در اداره جنبش عدم تعهد در 3 گذشته ارائه کرد. رئیس جمهوری مصر که از او با عنوان یک شخصیت اسلامگرای میانه رو نام برده می شود، حرکت‌های اعتراضی در خاورمیانه و شمال آفریقا را بهار عربی خواند و با توصیف اعتراضات جاری علیه حکومت سوریه به عنوان ادامه قیام مردم منطقه برای کسب آزادی و دموکراسی گفت همبستگی ما با مبارزات مردم عزیز سوریه علیه رژیمی سرکوبگر که مشروعیت خود را از دست داده به همان اندازه که یک ضرورت سیاسی و استراتژیک است، یک وظیفه اخلاقی نیز محسوب می شود. محمد مرسی در تشریح حرکت اعتراضی مصر گفت انقلاب مصر سنگ بنای بهار عربی است و تنها چند روز پس از حرکت اعتراضی در تونس آغاز شد و به حرکت‌های اعتراضی در لیبی و یمن و اینک انقلاب علیه رژیم سرکوبگر در سوریه منجر خواهد شد. رئیس جمهوری مصر اظهار داشت مردم فلسطین و سوریه فعالانه در پی دستیابی به آزادی، کرامت و عدالت انسانی هستند و افزود مصر آماده است با دیگران برای پایان دادن به خونریزی در سوریه همکاری کند.
لازم به اشاره است هنگام سخنرانی رئیس جمهوری مصر، هیئت نمایندگی سوریه به ریاست نخست وزیر آن کشور به نشانه اعتراض تالار اجلاس را ترک کرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه در واکنش به سخنان محمد مرسی گفته است که آقای مرسی با مداخله در امور داخلی سوریه بار دیگر علیه سنت‌های جنبش غیرمتعهدها عمل کرده و افسوده است که دیدگاه‌های رئیس جمهوری مصر در مورد سوریه بیشتر به اظهارات رهبر یک حزب شباهت دارد تا رئیس جنبش غیرمتعهدها. رئیس جمهوری مصر پس از پایان روز نخست اجلاس سران غیرمتعهدها ایران را ترک کرد. روز یک شنبه یه زلزله حدود 5 خورده‌ای ریشتر اومده توی خراسان. روز دوشنبه هم یه زلزله حدود 5 ریشتر اومده توی خرم‌آباد. حالا ما باید بشینیم دعا کنیم بگیم خدایا شکرت که زلزله شب نیومده. خدایا شکرت که یه ریشتر بیشتر نبوده که خونه های مردم بیشتر خراب شد. خدایا خوب شکرت که مثلا تو جاهای دوردست نیومده، جاهایی که خونه‌شون کاهگلی بوده. از اون طرف آقای کانادا آقای خاوری تحویل نمیده. از اون طرف آقای مهدوی کنی اومدن گفتن ایرانی ها اسراف زیاد میکنن. بوی غذا چیه میان؟ وای گشنم شد به خدا، بوش خیلی خوب، از کجا میاد؟ آه به نظرم رستوران بغلی استودیو الان چون وقت غذا هم هست دارن غذاشون آماده میکنن. رئیس مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 4 سپتامبر خواستار توجه جدی دولت به وضعیت معیشت مردم در ایران شد و گفت نباید دولت خود را محدود کند، باید در را باز کند و همه نظرات را جویا شود. این در حالی است که در سال 91 و با افزایش بهای دلار و در پی آن افزایش قیمت کالا و مسکن در ایران، اعتراضات پراکنده‌ای در شهرهای بزرگ و کوچک صورت گرفت. همچنین تعدادی از کارگران، معلمان و کارمندان ادارات دولتی در چند نوبت برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی و استانداری‌ها و شهرداری‌های مختلف دست به تجمع زدند. آیت الله مهدوی کنی افسود کشورهای غربی ما را تحریم می‌کنند، اما این تحریم‌ها از یک نظر برای ما مفید است، چرا که می توانیم به ساحل پیروزی و موفقیت دست یابیم. از سوی دیگر در 2 ماه اخیر به دلیل تحریم نفتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا فشارها بر ایران افزایش یافته است. رئیس مجلس خبرگان رهبری افسود مشکلات در کشور وجود دارد، اما با این اوصاف مردم هم کارهای خود را انجام می دهند. البته باید به این مسئله اشاره کرد که یکی از ارکان مهم در انقلاب اسلامی مردم هستند. وی با بیان اینکه دولت باید توجه جدی‌تر و عمیق‌تری به ساماندهی معیشت مردم داشته باشد افسود در توصیه اول از دولت مردان می‌خواهم برای رسیدن به معیشت مردم از همه نظرات و ایده‌ها استفاده کنند و نباید دولت خود را محدود کند، باید در را باز کند و همه نظرات را جویا شود. رئیس مجلس خبرگان رهبری افسود همچنین از مردم و مسئولان می‌خواهم که قناعت را مورد توجه قرار دهند. ما باید در همه ابعاد قناعت را در پیش بگیریم. اگر می‌بینیم کشورهایی به جایی رسیدند به خاطر آن است که مردم آن کشورها اهل قناعت هستند. مهدوی کنی گفت ولی متاسفانه ما ایرانی‌ها فقط اهل اسراف هستیم. اون موقع که بچه بودیم یه کارتونی پخش میکرد، یکی از قسمت‌های پلنگ صورتی بود، مال دوره عصر حجر بود، یه سری جونور بودن که اونجا زندگی میکردن، یه جایی بودن همشون دنبال یه استخون بودن، یه دوره استخون بود، این از این میدزدید، اون یکی میومد دنبالش میکرد، از اون یکی میگرفت، بعد اون یکی پشت میذاشت رو دم اون یکی، از دهنش میافتاد بیرون، اون یکی میرفت برمیداشت. خلاصه اوضاعی بود دیگه. این بلبشوی هسته‌ای و جنگ و اسرائیل پیام میده میگه جنگ میکنیم و اون یکی میگه نه جنگ نکنید و اون یکی تهدید میکنه میگه بی خود میکنی بخوای به ما حمله بکنی و اینا، من همیشه یاد این میندازم.
کاخ سفید شامگاه دوشنبه 3 سپتامبر در واکنش به گزارش یک روزنامه اسرائیلی مبنی بر اینکه آمریکا در تماس‌های پشت پرده با ایران شروطی را برای عدم ورود به جنگ احتمالی میان اسرائیل و ایران تعیین کرده، آن را تکذیب کرد. به گزارش رویترز، جی کارنی گزارش تماس آمریکا با ایران را کاملا نادرست خواند. یک نشریه اسرائیلی گزارش داده بود که آمریکا به طور غیر مستقیم از طریق دو کشور اروپایی به ایران اطلاع داده است که در صورت حمله اسرائیل، اگر ایران از حمله به منافع آمریکا در خلیج فارس خودداری کند، آمریکا به نفع اسرائیل وارد جنگ نخواهد شد. اما آقای کارنی تاکید کرد که این گزارش غلط است و او در مورد مسائل فرضی صحبت نمی کند. در این حال، جی کارنی تاکید کرد آمریکا و اسرائیل در مورد جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی هیچ اختلافی ندارند، اما همچنان شیوه دیپلماسی را راه حل آمریکا برای این مسئله عنوان کرد. همزمان گزارش‌ها از به تعویق افتادن مانور مشترک نظامی آمریکا و اسرائیل حکایت دارد که به گفته تحلیلگران سیاسی می‌تواند در رابطه واشنگتن تل‌آویو اختلال ایجاد کند. تو این هفته بین تمام خبرهای سیاسی که منتشر شد و سرصداهای زیادی که این ور اون ور سر جلسه هاشون و نمیدونم کنفرانس هاشون و اینا ایجاد شد، دو تا مسئله بود که به اندازه کافی منعکس نشد و به اندازه اونجوری که شایسته بود مطرح نشد. یکی خبر پیروزی های پارالمپیکی های عزیزمون بود توی المپیک و دیگری مسئله زلزله آذربایجان و اینکه مردمی که اونجا هستن همچنان در چادر هستند و سرما هم نزدیکه. در همین رابطه آقای عزت‌الله انتظامی یه پیام دادن و گفتن که به داده اینها برسیم و قبل از اینکه سرما بیاد سعی بکنیم که اونها رو از چادر به خونه هاشون ببریم. حالا از این قضیه میگذنیم و میریم با همدیگه گزارش پارالمپیکی ها و نتایجی که داشتن میبینیم و منم از همینجا با شما خدافظی میکنم. البته قبلش ازتون خواهش میکنم که با ما از طریق ایمیل برنامه که پایین صفحه میبینید در تماس باشید، کامروا باشید و بدید. در جریان هفتمین روز از 14 دوره بازی های پارالمپیک 2012 لندن، جواد هردانی در رقابت با حریفانش با ثبت رکورد 15 متر و 43 سانتی متر در رده سوم قرار گرفت و به مدال برنز دست یافت. پیش از این نیز پیمان نصیری در 2500 متر مدال طلا گرفت. دونده ایران با زمان 3 دقیقه و 58 ثانیه و 49 صدم ثانیه جلوتر از سایر دوندگان به خط پایان رسید. به این ترتیب پیمان نصیری هفتمین مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد. زهرا نعمتی در تیراندازی با کمان روی ویلچر، مجید فرزین در پاورلیفتینگ مردان، محسن کایدی در رشته پرتاب نیزه، نادر مرادی وزنه بردار، علی حسینی پاورلیفتینگ و جلیل باقری جدی در پرتاب وزنه از طلاداران کاروان پارالمپیک ایران در لندن بودند.